ناحیه درواز دیاری مردم مهمان نواز بوده، با داشتن اقلیم مناسب، منظره‌های ناتکرار، کوههای سربافلاک، آبهای شیرین و چشمه‌های شفابخش، حیوانات و نباتات نادر، یکی از مکان‌های بهترین سیر و سیاحت در ولایت مختار کوهستان بدخشان جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. از این رو در ناحیه بهر رشد ساحه سیاحی کوشش‌های زیاد به خرج داده شده، به بنیاد انفراستراکچر مؤثر توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. درواز را سیاحان دروازه به بام جهان می‌دانند. در ناحیه یک شرکت سیاحی فعالیت می نماید. سال تا سال شماره کارخانه های استحصالی و حجم محصولات در ناحیه افزایش می یابد که این از استفاده سمرناک و عاقلانه امکانات های موجوده درک می دهد. می توانیم کارخانه های کارکرد و بندوبست اصل، استحصال آبهای تشنشکن، اتریاد و گرمخانه زمانوی و مرکز بانوان را مثال آوریم که در درواز فعالیت نظررس داشته باعث بهتر شدن سطح زندگی مردم گردیدند. در این کارخانه ها صدها نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی و معاش خوب تامین می باشند. مرکز بانوان در ناحیه درواز به استحصال لباس یگانه مکتبی، کاری و غیر مشغول می باشد. من مینتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوی ملت سردار دولت می رسانم. چون که ما زنان خانه‌نشین صاحب چنین کارخانه زیبا و باهشم شده کار و فعالیت کرده زندگی خود را پیش برده استیم. حاضر فرمایش ما سر لباس مکتبی مکتب بچگانه نمبر یک بوده که ما با تا سر شدن مکتب آن را پیشکش خوانندگان گردانیم. شرایط کاری ما نقض است که ما زنان به همه شرایط و همه دستگاهی که در اینجا هست به ما مهیا کرده شده است. در این مرکز همچنین قالین بافی، دستی و ادرس بافی هندوزی گردیده است و در برابر استحصال محصولات همچنین جوان دختران به کسب آموزی فرا گرفته می شوند. ما 5 سال می شود که به این قالین بافی مشغول هستیم. با بم نزدیکی به شهر خوجان رفته با تجربه آموخته برگشتیم. برای ما دستگاه نقص تامین کرده شده است و ما کار خود را ادامه دادستیم. در مرکز بانوان ما 5 نفر قالین باف و 5 نفر ادرس باف و اطلس باف کار و فعالیت داریم. حالا دوزنده های مرکز به آماده نمودن لباس مکتبی مشغول هستند و ابراز می دارند که پیوسته فرمایش دارند. ای سال 2015 در می کارخونه کار فعالیت کرده استیم. دخترکو خطی لباسی مکتبی دخته استیم. بین نوحیه ونجه بخچه بچگونه را فرمویش بود بین اونو را دختیم. باز 60 نفر زنون کار کرده استیم. کورسی اموزی در یک سال یک بار یک مو ای روشخلا اومده بدن، ای اشکوشیم اومده بدن، ای خورز اومده بدن. یک مو چیشو کردیم، نشون دادیم رفتن. حوزی اونو کار کرده استن. ای شهری دوشنبه فرمویی خود لیسه رهنمو فرمویی شد اینو با 700 دیگه اینو دختستیم. در کارگاه کارکرد و بندوبست اصل از انبور پروران محصولات جمع آوری گردیده پالایش کرده می شود و در قطعه های گوناگون زمانوی بندوبست می شود که نمود جالب دارند. در یک روز قریبیت تون اصل رو بندوبست کرده در بانکه و تیار میکنیم برای انتقال دادن به بزرگ. پیاز انزور رو در یک روز تا 1000 بانکه استحصال میکنیم. بعد از اون بندوبست کرده 15 شبانه روز در انبار نگهداری میشود. بعد از اون به بزرگ به فروش برآورده میشود. اول میورن توزه میکنیم. ای پوستش جدا میکنیم. ای تنش بعد از اون در نمکوب. 40 شبانه روز نگاه میداریم تا خیلی سفید میشود. بعد از اون بود توزه میکنیم با سیاه یکون چیز دوشته باشه در بلوش توزه میکنیم. بعد یه شبانه روز دیگه در آبی توزه نگاه میداریم. بعد از اون بندوبست میکنیم. کارگرها همه متخصص های محلی هستند. محصولات این کارگاه اساساً به خارج از صادرات میشود و در بازار بین المللی خریدار زیاد دارد. اتریاد از محصولات ضروری به حساب رفته در بازار طلبات با آن خیلی زیاد است. این کارگاه را با مقصد کارکرد گل و گیاهای طبیعی که در کوهسار درواز خیلی زیاد است بنیاد نمودند. عطرهای در این کارگاه استحصال شونده نیز اساسا به صادرات نگرانیده شده است. هدف اساسی ما همینه که ما همه این گیاه ها و رستنی های خود رو یکی در وطن ما میرویند از اینا ما اتریاد وطنی استحصال کنیم و برای صادرات
پیشنهاد کنیم. با این تجهیزاتی که حاضر ما داریم در یک روز ما تا 2000 دونه استحصال کرده میتونیم. حاضر در یک 10 نفر کار میکنند. آینده امکان داره که تا 50 نفر ما صاحب جای کار کنیم. 50 نمود گیاه ها و رستنی های خودرو را ما آموختیم و برای استحصال تجربه کردیم. انا در این زمان ما 20 نمودی ایمین گیاه ها ما الکای استحصال کردیم اتریاتی وطنی. در دوام ایمین سال 2023 ما تا 100,000 دانه اتریاتی مقداری 62 میلی گرم استحصال کردیم. حوزی طلبات بسیار زیاد است. ما هدف داریم که در آینده همین صفت محصولات خوبتر و بعد استحصال زیاد کنیم. در گرمخانه زمانوی پارک اینوواسیونی و تکنولوژی امسال بار اول پرورش نیهال مادری قلفینه را براه ماندند. تکنولوژی گرمخانه نوترین می باشد و از روی نقشه از نیهال مادری قلفینه کوچک گرفته به خارج صادرات می نمایند. این تجربه نخستین در تاجیکستان می باشد و نتیجه خوب را به بار آورده است. گرمخانه ما از اینجا کارخانه مشترک کره می باشد. پر کرده شدیم. این تکنولوژی اینوواسیونی نواز برای پرورش کردن کوچاتی قلفینای. انا مساحت این دو تا گرمخانه 30 سوتیخ می باشد. در مجموع انا هر سال دو مرتبه باید حاصل کرد فقط قلفینای. من اما در ایجاد میمونیم هر کدومش از این به این کوچات قلفینای استحصال میکنیم و از جمهوری تاجیکستان فقط برای صادرات. فعالیت گرمخانه مذکور در برابر صحای صناعت همچنین از رشد صحای کشاورزی دلالت می‌دهد. باغداری و زنبوری اصل پروری در ناحیه بیشتر رشد نموده است. صحای کشاورزی یکی از صحای اساسی و سیر درآمد در ناحیه دروز به حساب می‌رود که سال تا سال شماره خوجگی و دهخانه رو به افزایش دارد. استحصال محصولات کشاورزی هم بیشتر گریده ایستاده است. خوجگی دهقانی امروز در ناحیه دروز تقریبا به 791 عدد رسیدند که نسبت به سال گذشته خیلی و خیلی زیاد است. طبق دورنامه ریاست کشاورزی ولایت مختار کویسان بدخشان در ناحیه دروز 1470 گکتار زمین بنقشه گرفته شده است که از این 510 گکتارش غلهدونگی 148 گکتار سبزیجات کارتوشکا 38 گکتار سبزیجات و باقی‌مانده زراعت خوراک چورور در بر می‌گیرد. میدان زمین اوبی نویه بوشد 510 گکتار را در بر می‌گیرد که این پورا زیر کش قرار گرفته شده است. از میدان در 1470 گکتار با پورگی کش شده زراعت جمع‌آوری گردیده ایستودند که علاقه جمع‌آوری کارتوشکا سبزیجات و غلهدونگی در قسمت‌های پویان به انجام رسیده ایستوده است. و در برابر این ما توانستیم که در زمینایی که از کشت کارتوشکا خالی شده یعنی کشت تکراری رو براه مونیم که در میدان 58 گکتار امروز ما توانستیم کشت تکراری گذارونیم که این هم هر یک وجب زمین رو سمرانوک استفاده برده اون رو حاصل گرفته ایستودن. در برابر سوای رستنی پروری باشد نیز امروز سوای زنبوری اصل پروری سوای چورودوری و سوای بغدوری در نوحیه درواز خیلی و خیلی رشد کرده ایستوده است. و امروز باشد شماره اویلای زنبور اصل باشد در نوحیه درواز و 4368 اویلا زنبور اصل رسیده ایستوده. به حالت امروز تونستیم در 40 تن اصل حلقه استحصال کرده ایم. نوحیه درواز یکی از اقلیمش در ولایت مختار کویسون باشون اقلیم گرم می باشد که در این منطقه تمام نمود میوه از سیتروسی تا سوبتروپیکی نشونامو دارند. هم سیب، انور، انجیر، لیمو و دیگر نمود میوه‌گیو با پورگی در اینجا میشود و استحصال کرده ایستودن. و ما اولین شده یعنی از نوحیه دروز کارتوشکای بر وقتی و میوه‌جودو با بازار شهر خروق تامین کردیم که و حالت امروز تقریبا 180 تن میوه و سبزیجات با بازار شهر خروق پیشکش میزاجون کردیم. ساکنان در الهیدگی آیله زنبوری اصل را پرورش کرده حاصل فراوان میگیرند و از این حساب درآمدی خوب به دست میارند. زنبوری اصل 50 اویلا داریم. همه زندگی کور برمو اهمی زنبور می شود. در نوحیه درواز زنبور بسیار ترقی خوب یفته ایستاده است و یفته است. اصل خوب هم شده ایستاده است. امسال قریب که اینا سیمبورا مردم اصل می گیرند. اصل فایده خوب بی خوبی در نوحیه درواز هست. کوهوی بلند دارد. خوب تو زمستان علفوی سوز دارد. بسیار جوی خوب. همه زندگی کور بوری مو از روی همین اصل های در نامی نوحیه درواز.
در مثال باغی بابای جمال میتوان از رشد باغداری در ناحیه درواز حرف زد. این باغ که در شفت راهی افتومبیلگرد جایگیر است، توجه راهگذران را به خود جلب میکند. در این موضع همچنین آشخانه و دیگر انشاءات اولین درجه بنیاد نمودند. شرشره اینجا بساط دقت جلب کننده میباشد. باغ مذکور حاصل فراوان دارد و اینجا یک مجموعه جالب سیاحی تشکیل کردند. باغی که عین حال ما و شما قرار داریم، این باغ با نام باغ بابای جمال معلوم و مشهور است در بین مردم ناحیه درواز و امروز فرزندان و نبرگان بابای جمال این باغ را از سر نو در نهال های نو شنانده در اینجا اساسا به پرورش درختان انجیر، انار و چهارمغز مشغول می باشند. مساحت عمومی این باغ زیاده از 3 هکتار را تشکیل می دهد و برای پیشرفت و نقش گذاشتن در ساحه اگروتوریسم سهم به اندازه خود را میگذارد. همه روزه جهانگردان زیاده از 10-15 نفر در اینجا از اینجا آمده دیدن می نمایند، از میوه های شهدبار آن می چشند و در همینجا از باد و هوا و طبیعت نوتکرار اینجا حلاوت می برند. باغداران میگویند همه روزه به این باغ سیاحان تشریف می آورند و طبیعت این موضع خیلی زیبا و دقت جلب کننده می باشد. حاصل امسال باغ فراوان است. با یکی از انفراستراکتور ضروری رشد بخشیدن ساحه سیاحی در مملکت، این البته شاهراهای بین المللی و جمهوریوی و راههای بین محل ها می باشد. مسافه عمومی راههای افتومبیلگرد ناحیه درواز 361.7 کیلومتر را تشکیل می دهد که از آن راههای دارای اهمیت بین المللی 201.3 کیلومتر، اهمیت جمهوریوی 6.9 کیلومتر و اهمیت محلی داشته 153.5 کیلومتر می باشند. ساحه معارف و تندرستی هم در این ناحیه دوردست مملکت به طور نظررس رشد نموده است. همه ساله با نظر داشت افزایش یافتن شماره اهالی، مؤسسه های نوی تعلیمی و سیمخانه های علاوگی در نزد مؤسسه های موجوده ساخته به استفاده داده می شوند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه درواز از شرایط و امکانات های خوب دانش اندوزی بهره ور هستند. رشد و پیشرفت ساحه اقتصادی و اجتماعی را ساکنان ناحیه درواز ثمره استقلال دولتی و پایبرجا بودن صلح و آرامی در مملکت می‌دانند. در ناحیه درواز هم به مانند دیگر شهر و ناحیه های مملکت امکانیت خوبی کار و زندگی موجود می باشد. ناحیه ما روز تا روز ترقی کرده ایستاده است. راه های آباد، انشاءات زیادی کار و خدمت رسانی و دیگر انفراستراکتور ضروری امکان فراهم آورد که ما زندگی شایسته داشته باشیم. ما زنان و بانوان هم در برابر مردان کوشش داریم در رشد و پیشرفت ناحیه سهمگذار باشیم. امروز در هم سمت های ساحه های اقتصادی اجتماعی ناحیه زنان و دختران کار و فعالیت میکنند. این هم دلالت از سیاست بشر دوستانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. باعث افتخار و سرفرازی ما میباشد که سرور دولت مقام زن را در جامعه تاجیکستان بلند برداشته امکانیت وسیع را برای ما فراهم آوردند. مرکز ناحیه امروز یک شهرک زمانوی را میماند که دارای شرایط بهترین کار و زندگی میباشد. بنا و انشاءات زمانوی و دیگر زیبایی های مرکز ناحیه از حس زیبایی پرستی و مهنت دوستی اهالی بازگو میباشند. در دایره نقشه چورابینی ها به خاطر تجلیل سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، ساختمان یکچند انشاءات معیشی و خدمت رسانی به نقشه گرفته شده است که آنها در آینده میتوانند برای رشد ساحه سیاحی در ناحیه مساعدت خوب نمایند. به خاطر رشد به میلان همجانبه ساحه سیاحی همساله از جانب حکومت مملکت برنامه و استراتژی ها تهیه گردیده، وابسته به رشد این ساحه امتیازهای زیاد پیش بینی میگردند. دوام 5-6 سال آخر در جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه سیاحی توجه خاصه ظاهر کرده شد و این عامل باعث گردید که شماره زیاد سیاحان خارجی از گوشه و کناری عالم به مملکت زیبای ما تشریف آوردند، زیرا با استفاده از امکانات های موجوده در همه شهر و ناحیه های جمهوری تاجیکستان انشاءات زیاد سیاحی بنیاد شده، انفراساختار به طلبات مطابق کرده شد. در ناحیه درواز حالا چندین انشاءات سیاحی از جمله 9 مهمانخانه، 6 هامستی، مجمع سیاحی، استراحتی چارچمن، یک باغ فرهنگی و یک گلگشت، اینچنین مرکزهای زیادی سودای خدمت رسانی فعالیت میکنند که در آن همه روزه به سیاحهای داخلی و خارجی خدمت رسانیده میشود.
بهره وسیع کردن بازه مادی برای بودباش سیاحان خارجی در ناحیه 13 مهمانخانه، 9 هومستی، 1 طربخانه، 1 استراحتگاه، 1 منطقه شکار، 1 شرکت سیاحی، 1 موضع تاریخی و فرهنگی، 25 موضع زیارتی، 5 موضع سیاحی اکولوژی، 128 نقطه عمومی سیاحی موجود بوده فعالیت دارند. مهمانخانه های خرد، مغازه ها، آشخانه ها، نقطه سوزشواری و تعمیر نقلیات، تشناب و دیگر انشاءات خدمت‌رسان در شفت راه های ماشینگذر از زمره انفراساختار سیاحی سریراهی بوده، بهر تطبیق استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 بنیاد گردیدند. مهمانخانه های خرد که در زمینه منزل استقامتی شهروندان محلی تأسیس یافتند، به سیاحان خارجی امکان می‌دهند که در برابر استفاده جای خواب با فرهنگ، رسم و آیین ملی و هنرهای مردمی از نزدیک شناسایی پیدا نمایند. نقشه چورابینی های آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از 103 بند عبارت بوده، با ارزش خرج نموی 191.1 میلیون سومانی نقشه بندی گردید است. از 103 بند نقشه چورابینی ها 14 بند با مبلغ 99.6 میلیون سومانی با جلب مبلغ های دولتی، 16 بند با مبلغ 49.4 میلیون سومانی با جلب سرمایه خارجی و 73 بند با مبلغ 41.9 میلیون سومانی با جلب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به نقشه گرفته شده است. در این مدت 58 انشاءات یا 44 بند نقشه چورابینی ها با مبلغ 107 میلیون سومانی انجام یافته، در 21 انشاءات با مبلغ 7.4 میلیون سومانی کارهای ساختمانی ادامه داشته، در 38 عدد انشاءات تامینات گوناگون با مبلغ 76.6 میلیون سومانی برای کارهای ساختمانی لایحه ها تحریزی شدند. نتیجه سعی و تلاش های حکومت مملکت و تدبیرهای موثری اندیشیده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است که جمهوری تاجیکستان در قطار 10 دولت جالبترین برای بازدید سیاحان شامل گردیده. از جانب سازمان سیاحی سازمان ملل متحد در رویخط دو مملکتی که در حال رشد سیاحی قرار دارند راه یافت. اینچنین شاهراه کلا پامیر در دهگانه زیباترین راه های دنیا موقع گرفتند. همه این عامل ها باعث آن می شوند که شماره سیاحان سال به سال در مملکت زیاد گردد. در این راستا مسئولین ساحه در ناحیه درواز دستور و سپارش های پیشوای ملت را سرمشق کار خود نموده، بهر رشد بیمیلان این ساحه مهم که در غنی گردانیدن بودجه دولت نقش کلان میبازد، از امکانات های موجوده پرثمر و به مورد استفاده میبرند. خلاصه ناحیه درواز از ناحیه های پیشرفته در جمهوری تاجیکستان به حساب میرود و مردمش پیوسته بهر انجام کارهای آبادانی و سازندگی کمر بستند.